قبل از اینکه برنامه شروع بشه من خب یه نگاهی به تلویزیون های لس آنجلس انداختم و شما هم برنامه رو پخش میکردید قبل از برنامه خودمون و بخشی هم از این برنامه رو گوش دادم و تأسفی من رو گرفت. چرا به حوشنگی آقای سعید تکویی با اینکه خیلی شلوغ میکنه و خیلی داد و بیداد میکنه از نظرش گاه دوستی من این برنامه رو بخشون نه از نظرهای بله متوجه هستم متوجه هستم جناب توکلی گرامی، مطلب بر سر تحسین جاهله. تحسین جاهل کمر آدم رو میشکنه جناب توکلی. باور کنید که مشکلات تاریخی این سرزمین کاش که به راحتی میتونستیم با یک دوست داشتن در واقع مسئله رو حل بکنیم. ما مشکلات بسیار پیچیده داریم جناب توکلی و شوربختانه میکروفون نه سخن من بر سر سعید سکویی نیست، سخن من بر سر سخنوران و گویندگانی هست که روی برنامه های رادیو تلویزیون های لس آنجلس برنامه پخش میکنند و واقعا قبول مسئولیت کردن بدون داشتن لیاقت. موقعی که شما از یک میکروفون رسانه گروهی سخن بگی باید سخن شایسته گفت، باید سخنی در خور مردم جهان گفت، زیرا که ما اونور دوربین رو نمی‌بینیم چه کسانی در مقابل ما نشستن و چه کسانی سخن ما رو ارزیابی می‌کنن و چه نتیجه‌ای از سخنان ما می‌گیرن. کسی که از رسانه گروهی سخن میگه کارش به مراتب مشکل تر از یک استاد دانشگاه هست، از یک به قول معروف معلم مدرسه، یا از یک وزیر، از یک رئیس جمهوری که در مقابل ملتش سخن میگه. شما در مقابل جهان نشستید، مخصوصا در غرب که برنامه های رسانه های گروهی. بله درود بر شما. عرض شود خدمت شما، من مطلب رو دوباره از اینجا میگیرم که قبول مسئولیت بدون داشتن لیاقت در واقع خیانت است و در مقابل ما جهانی نشسته و ارزیابی میکنه. اگر فکر کنید که رادیو تلویزیون ها و برنامه های ایرانی در خارج از میهن از طرف دیگر کشورها مانیتور نمیشه، اگر فکر میکنید که این برنامه ها در واقع زیر نظر گرفته نمیشه، کاملا اشتباه هست، زیرا که ما اپوزیسیون خارج از کشور ایران هستیم و این اپوزیسیون در واقع بیانگر بافت فرهنگی و اجتماعی این سرزمین هست که تمام کشورهای خارجی مخصوصا در ارتباط کشور ایران که یک خان یغما هست. این خان یغما در واقع در تعارف بین المللی گذاشته شده و هیچ یک از کشورهای جهان نمیخواد که این سفره جمع بشه و میخوان که طرف معامله هم محمود احمدی نژاد باشه، برای اینکه محمود احمدی نژاد به لحاظ لیاقت و به لحاظ خرد در واقع در جایگاهی قرار گرفته که میشه توسط کشورهای بیگانه و سران کشورهای بیگانه به راحتی منکوب بشه و مغلوب بشه و نه سخن شایسته هست، نه حرکاتش حرکات شایسته و نه لیا به قول معروف سیاستی رو که ازش در واقع پیروی میکنه و برنامه های اقتصادی و برنامه های سیاسی رو که ارائه میکنه هیچ یک از یک قانونمندی منطقی برخوردار نیست و اینا به راحتی میدونن و میتونن به هر به قول معروف سازی که میزنن آقای احمدی نژاد رو برسونن و مواظب سخنان اپوزیسیون هم هستن ببینن که خب این ور قضیه چیه. من موقعی که مقایسه میکنم در واقع
سخنان پوزیسیون و اپوزیسیون رو جناب توکلی گرامی و هموطنان خردمند و همچنین مهمانان رادیو ایران مقایسه می کنم. پوزیسیون رو با اپوزیسیون می بینم که تفاوت چندانی نیست. نه خرد در جایگاه اپوزیسیون موجوده نه در جایگاه اپوزیسیون و نه برنامه‌ای در واقع منطقی و قانونمند در داخل کشور هست، نه برنامه‌ای منطقی و قانونمند در خارج از میهن برای در واقع سرنگونی این نظام غیر منطقی و غیر خردمندانه و کشتارگر. باید توجه کنیم هموطنان گرامی که در یک سرزمین و در یک فرهنگ تمام نیروها با هم رشد میکنن و هرچقدر که نیروهای مخرب و نیروهای منفی قدرت میگیرند و نیروهای مثبت قدرت میگیرند و توانمند میشن، نیروهای مخرب و منفی هم در واقع به همون اندازه قدرت میگیرند و رشد میکنند و در کنار هم در واقع به یکی تکامل و یکی دیگه به قهقرا میرن. به قهقرا رفتن نه یعنی اینکه از قدرتش کم میشه پوزیسیون و نیروی اهریمنی، بلکه قدرت منفی و قدرت مثبت هست که همدیگر رو در واقع خونسا میکنن. جناب توکلی گرامی، مشکل ملت ایران هم همینه که سخن از خرد در خارج از میهن نیست. به راستی سوگند که نیست. من مدت ها دنبال واژه‌ای میگشتم که در مقابل خرد قرار بدم. میدونید که خب من در ارتباط واژه ها و در ارتباط فرهنگ این سرزمین سخن خودم رو میگم و به کسی در واقع کاری ندارم که چه کسی چه تعریفی از این فرهنگ داره، چه کسی چه تعریفی از این جامعه داره و چه کسی چه راه حلی برای در واقع بهبود این جامعه داره. واژه‌ای که من در مقابل واژه خرد در واقع پیدا کردم و تقدیم ملت ایران می کنم از همگسیختگی هست، یعنی از همگسیختگی که وصل کردن به همش واقعا مشکل جناب توکلی. همینطور که می بینیم و انتظار داریم از خردمند که سخن شایسته و بایسته بگه و راه حل های منطقی ارائه کنه، میبینیم آنچه که به عنوان مبارزه در خارج از میهن، آنچه که به عنوان راه حل در خارج از میهن ارائه میشه و آن کسانی که خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنند و سعی میکنند که در رأس جنبش قرار بگیرن، همونقدر که جمهوری اسلامی باعث سرفکندگی ملت ایران و خرد ملت ایران هست، مبارزینش و اپوزیسیونش هم همون اندازه باعث سرفکندگی و شرمندگی ملت ایران هستند جناب توکلی. و هیچ راه حل منطقی و مشخصی رو ما از اپوزیسیون در خارج از میهن نمی بینیم و هرچقدر که این بیخردی به درجه بالاتری میرسه امکانات اینها بیشتر میشه. هرچقدر که این اضمحلال و از همگسیختگی بیشتر میشه، توان اینها هم در خارج از میهن بیشتر میشه. سعی میکنم که به جای بیخردی از همگسیختگی در واقع
استفاده کنم. آنچه که در داخل میهن اتفاق میفته که خب مشخصه نتیجه حضور بیگانه و فشار بیگانه در سرزمین ایران هست و کسی انتظار بیشتری از اینها در واقع نداره که بخوان به سمت ملت ایران برگردن، بخوان کاری برای ملت ایران در ارتباط بهبود روابط ملت ایران انجام بدن. در اون جهت خب توضیح قضیه مشخصه و راحت‌تر پذیرفته میشه.